امروز سلیم چوبوری رئیس پارلمان عراق در کنفرانسی مطبوعاتی در بغداد اعلام کرد که اسم نوری المالکی نخست وزیر پیشین و همچنین اسامی هیچ یک از افرادی که در لیست عاملین گزارش نهایی سقوط موسل اومدند حذف نخواهد شد و همین گزارش همون طوری که بوده به دادگاه ارجاع داده میشه. رسانه‌های عراقی از درخواست پشت پرده جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام نوری المالکی از گزارش نهایی کمیته پارلمانی تحقیق درباره سقوط موسل خبر دارند. قبل از انتشار گزارش نهایی هیئت پارلمانی درباره سقوط موسل، نوری المالکی به نام دعوت ایران به تهران رفته، هنوز هم در تهرانه و به گفته رسانه‌های عراقی که نمیخواد برگرده تا زمانی که به او تضمین داده نشه که مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیره. ولی در واقع حیدر عبادی نخست وزیر عراق وعده داده که تمامی افرادی که اسامی اونها در لیست گزارش نهایی هیئت تحقیقاتی در مورد سقوط موسل اومده رو مجازات میکنه و همه اونها رو به دست عدالت میسپره. یون آدم کنا عضو پارلمان گفته که بیش از 50 تن از شخصیت‌های سیاسی و همچنین فرماندهان نظامی کشور در این لیست به عنوان سهلنگار و یا حتی خائن نام اونها ذکر شده. محمد الکربلی نماینده دیگر پارلمان هم که عضو این هیئت هست گفته که دیروز در پارلمان عراق با اکثریت آرا این گزارش به تصویب رسیده. در گزارش اسامی افراد دیگری چون علی غیدان فرمانده عملیات دجله، فرمانده ارتش عراق در شمال این کشور هم ذکر شده. حیدر عبادی در حال حاضر بنا به درخواست 10,000 تظاهر کنندگان شیعه که در چند روز گذشته علیه فساد در این کشور و برای پیگیری پرونده در واقع سقوط موسل تظاهرات کردند، وعده داده که همه عاملین سهلنگاری در سقوط موسل رو مجازات بکنه. موسل در 10 آوریل 2014 سقوط کرد. طبق گزارش هیئت تحقیقات پارلمان عراق 62,000 تن از نیروهای ارتش این کشور بدون کمترین مقاومتی بنا به دستور نوری المالکی از موسل عقب نشینی کردند، در مقابل تنها 2,000 تن از پیکارجویان داعش و در ضمن تمامی سلاح‌های سنگین و سبک خود رو برای پیکارجویان داعش اونجا جا گذاشتن. در حال حاضر به گفته رسانه‌های عراقی مراجع تقلید شیعه هم از حیدر عبادی حمایت کردند برای پیگیری پرونده عاملین سقوط موسل و همچنین پرونده هایی که در مورد فساد اداری در این کشور مطرح هست. ولی مسئله محاکمه نوری المالکی نخست وزیر پیشین و معاون کنونی رئیس جمهوری این کشور موضوع ساده‌ای نیست. مسئله ساده‌ای نیست. نوری المالکی در واقع رئیس حزب حاکم این کشور، حزب الدعوه است که خود حیدر عبادی یکی از افراد این حزب محسوب میشه و محاکمه چنین فردی میتونه یک زلزله سیاسی در صحنه لرزان سیاسی عراق باشه. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.